میخوام به شما در هفته سوم و روز دوم از مطالعه ما درباره احیاء و بشارت خوش آمد بگم. امروز میخوام با شما در مورد نقش دعا در بیداری تاریخی صحبت کنم. خدا خیلی کارها در طول تاریخ کلیسا و مخصوصا تاریخ کلیسا اینجا در ایالات متحده انجام داده سه بیداری بزرگ وجود داشته و قبل از همه اون بیداری ها یک جنبش بزرگ دعا صورت گرفته در واقع یکی از اونها یک جنبش دعا بود و بنابراین میخوام اون رو به اطلاع شما برسونم و در مورد اینکه ویژگی های افراد بیدار شده چه هست و خداوند چگونه احیار رو میفرسته صحبت کنم اولین بیداری بزرگ زمانی رخ داد که ما مستمره بودیم قبل از اون که به یک ملت تبدیل بشیم جورج رتفیلد و جاناتان ادواردز مردانی بودند که خدا از آنها به طور عظیمی استفاده کرد در آن بیداری و خدا یک احیای بزرگ فرستاد در واقع تاریخ این کشور در خاک احیا کاشته شد بیداری بزرگی وجود داشت که در سر تا سر مستمرات گسترش یافت دومین بیداری بزرگ از حدود 1800 تا حدود 1830 رخ داد و اون یک احیای پیشگام بود وقتی که پیشگامان به طرف قبل در حال حرکت بودن و یک کسی از آزادی وجود داشت و انجیل موعظه میشد و آتش احیا در تمام جوامع پیشگام گسترش یافت و یک مکان در مناطق کنتاکی نزدیک به چهل هزار نفر افرادی وجود داشتند که در منطقه دور افتاده جمع شدن تا فقط کلام خدا رو بشنوند خدا به طور عظیمی در حرکت بود بیداری بزرگ سوم احیای دعای بزرگ نامیده میشه و در اواخر سال 1850 بود و خدا در اون احیا حرکت کرد از شهر نیویورک شروع شد زمانی که در منطقه مالی سقوطی وجود داشت و هنگامی که این اتفاق افتاد مردم شروع به دعا کردن و در آنجا جلسات دعا در سرتاسر سر آمریکا شروع شد از شهر نیویورک شروع شد و سرتاسر سر این کشور پخش گردید یک برداشت بزرگ روحانی وجود داشت کشور ما تاریخ غنی از احیا داره اما آخری یک احیای دعای بزرگ بود یک نفر به من گفت اگه فکر میکنی خدا رو از دست دادی به آخرین مکانی برگرد که در اونجا بوده و اگه اون تاریخ رو از دست بدیم ما نیاز داریم به آخرین مکانی برگردیم جایی که حرکت خدا رو دیدیم و احیای دعایی بزرگ بود ما امروزه به دعای احیا نیاز داریم اجازه بدید به شما بعضی از تاریخ یا ویژگی‌های از اونچه که در بیداری بزرگ اتفاق میافته رو بدم اول از همه با یک لغزش پایینرو رو شروع میشه مردم شروع میکنن در مسیحیتشون احساس راحتی میکنن و همه چیز به نظر خوبه بعد یک سقوط اخلاقی رخ میده و همینطور که انحطاط اخلاقی در همه موارد هست سیاهی شروع به پوشاندن زمین میکنه و وقتی که تاریکی به اندازه کافی بد میشه و مردم به اندازه کافی ناامید میشن گروهی شروع به دعا میکنن و اونها از خدا درخواست میکنن کاری بکنه و وقتی اونها به اندازه کافی درمانده هستند خداوند روح خودش رو در زمین می ریزه و وقتی روح حرکت می کنه اونجا یک برداشت بزرگ روحانی به وجود میاره و بسیاری از مردم در پادشاهی خدا به دنیا میان و بعد پنجمین چیزی که اتفاق میفته رشد فوق العاده لیساس که صورت میگیره امروزه بحث زیادی درباره رشد کلیسا وجود داره و میخوام عالی ترین زمان رشد کلیسا در تاریخ آمریکا و در تاریخ کلیسای ایسای مسیح رو به شما بگم که در زمان بیداری اومده زمانی که خدا مردمانش رو بیدار کرده بنابراین من باور دارم که ما نیاز داریم برای چنین بیداری دعا کنیم بیاین برای چیزهای کوچیک فقط دعا نکنیم اجازه بدید برای چیزهای بزرگ دعا کنیم مردم میگن خب در سامی چقدر سخت به نظر میرسه غیر ممکن به نظر میرسه منظورم اینه که کشور ما در وضعیت ناامید کننده ایه من به شما میگم خدای ما قادر خیلی فراوان و بالاتر از آنچه که ما بتونیم و بخوایم یا فکر کنیم انجام بده دکتر رویفیش مورخ بزرگ و مردی بزرگ که احیا و بشارت رو در دانشگاه الهیات ساوت وسترن تدریس کرد او این رو در کنفرانسی با هم بودیم گفت کسی از او پرسید شما هیچ امیدی برای احیا برای بیداری بزرگ در آمریکا میبینه او گفت بله میبینم من یک امید میبینم مردم گوش کردن گفتن چیه گفت و این رو گفت که ما هیچ امیدی نداریم وقتی که ما ناامید میشیم زمانی که ما فریاد میزنیم این زمانیه که ما خدا رو صدا میکنیم و خدا حرکت میکنه و خدا کار میکنه شاید امروز به جای رسیدیم که در اون ناامید هستیم و میگیم ما خدا ما به تو نیاز داریم. در آن محل هست که خداییا رو میفرسته.